به نوبه خودم قدردانی و تشکر می‌کنم. آقای کمال، ما رسانه نداریم و ناچاریم که برای تنویر افکار عمومی و دفاع از حیثیت و آبروی خودمون از تریبون شورا استفاده بکنیم و الا حتما این کارو من نمی کرد. روزنامه همشهری روز چهارشنبه، روز بعد از جلسه شورا، در صفحه آخرش، من به صفحه اولش کاری ندارم، از قول آقای مطهر سخنگوی عزیز و مقرر شهردار تهران یه بیانیه رو منتشر کردن در پاسخ به اون ویدئویی که می‌دونید در فضای مجازی ویرال شد و میلیون‌ها نفر اون ویدئو رو دیدن. در اون ویدئوی فردی ادعا میکنه که در شهرداری پست فروشی میشه. به بنده پیشنهاد شده که 400 تا سکه طلا و 400 هزار دلار بدید تا معاون یکی از مناطق بگذاریم. حالا من کاری به صحت و سقم اون ویدئو ندارم. من پاسخم به بیانیه ایست که سخنگوی شهرداری تهران داده و در بند 4ش اسم بنده رو آورده. ولی تعجب کردم که ارتباط من با اون ویدئو چیه؟ بعد دیدم نه، این منظورش پرده‌دری و آبروریزی است. در بند 4ش میگه اعضای شورای شهر تهران بهتر از همه میدانند که شهردار تهران چقدر فساد ستیزه و مخصوصا آقای امانی این رو از همه بهتر میدونه. از سراسر کشور با من تماس گرفتن، همکارم در دوران دفاع مقدس، همرزمانم در نیروی زمینی سپاه، همکارانم در نیروی انتظامی. که این ویدئو و این موضوع چه ارتباطی با شما داره که سخنگوی شهرداری تهران در بند 4 این بیانیه به ویژه روی اسم شما تاکید کرده و گفته شما از همه بهتر میدونی که این موضوع چیه؟ من واقعا سوال دارم، شهردار تهران و آقای محمد خانی به صراحت بگن که ارتباط من با این ویدئو چیه و اطلاعات من در ارتباط با فساد سیزیزی شهرداری تهران چیه که من خودم خبر ندارم. بله، اطلاعات بنده از مبارزه با فساد آقای زاکونی خیلی زیاده، اما متاسفانه به صورت معکوسه. یعنی در شهرداری تهران به عکس ادعای آقای زاکونی فقط یقه ضعفا رو میگیرن، نه یقه گردن کلفتا رو، یقه کسانی میگیرن که خودشون معلول سیستم فسادزای شهرداری تهران هستن. بله، اگر خاطره آقای مطهر باشه، در ابتدای این دوره چند بار بنده و تعدادی از دوستان تذکر دادیم که از پرونده سازی برای کارکنان مظلوم شهرداری تهران خودداری کنیم و اون زمان عدد 1500 پرونده که به هیئت تخلفات رسیدگی به تخلفات اداری شهرداری تهران بود رو ما درخواست کردیم که رسیدگی بشه و بدون دلیل سابقه سوء و محکومیت برای پرسنل زحمتکش شهرداری تهران درست نشه. من چند تا سوال دارم از آقای محمد خانی. در ویدئوی آخری که در خصوص پست فروشی در شهرداری تهران پخش شده که متنش معلومه و فردش هم شناخته شده است، نیازی نیست من عرض بکنم، شما در این بیانیه اونو تکذیب کردید. اما متاسفم که تکذیب شما چاره ساز نیست، چون شما متهم هستید و تکذیب شما از نظر حقوقی هیچ ارزشی نداره، اون هم بعد از حدود بیش از یک هفته تأخیر، در حالی که دادگستری تهران مجبور شد بیانیه بده و اعلام بکنه که آقا ما یه رسیدگی میکنیم. درستم همینه که یک مرجع بیطرف نظارتی در این خصوص اظهار نظر بکنه. بارها گفتم که فساد ستیزی از قانون شکنی و عدم رعایت مقررات بالادستی شروع میشه. جناب آقای مطهر،
قطعا اطلاع دارید که انتصاب شما در این پست و مسئولیت غیر قانونی است. چرا؟ چون هیچ یک از شرایط احراز طبقه بندی مشاغل پست 16 در شهرداری تهران رو ندارید و در این جایگاه قرار گرفته اید. سند و مدرکش این نامه بازرسی کل کشوره که گزارش قانون شکنی ها و تخلفات شهرداری تهران در زمینه انتصابات مدیران رو به وزیر کشور منعکس کرده که من فعلا از خوندنش خودداری میکنم و اگر یه روزی لازم شد متنش اینجا قرائت خواهم کرد. سوال بعدی اینه که اگر تشکیل پرونده برای یکی از بستگان و عضو شورای شهر نشانه فساد ستیزی شهردار تهران است، چرا با فاصله اندکی اون مسئول مربوطه را عزل کردید و شهردار تهران در مصاحبه رسمی و تلویزیونی علت عزل ایشون رو پرونده سازی برای افراد اعلام کردند؟ بله درست گفتم، تا وقتی برای دیگران پرونده سازی میشد محبوب و مقرب بود، اما به محض اینکه برای مقربان و محبوبان شهردار تهران تشکیل پرونده داد مغضوب شد و شبانه کنار گذاشته شد. شش، جناب آقای مطهر، به قول آقای نادعلی بنده به عنوان یکی از مسنهای این شورا نصیحت میکنم به شما، جوانی، قدرت و ثروت اسب سرکشی است که افراد زیاد و بزرگی را به درد و به دره و پرگاه کشونده است. جناب عالی هم جوانی که پیامبر بزرگ ما فرمود سکر شباب اشد من سکر شباب، و هم صدها میلیارد تومان از بودجه شهرداری و از جیب مردم تهران در اختیار شما قرار داده شده است و هم رسانه امپراتوری تبلیغاتی بزرگی در اختیار دارید. به شما نصیحت می کنم که این جلال و شکوه موقتی و رفتنی است. از روزی بترسید که پرده ها کنار می رود و یوم قبل السرائر است. و در آخر، یوم تجد کل نفس من عملت ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تبدل و ان بینها و بینه امدن بعیدا و یحذرکم الله نفسه و الله رؤوف بالعباد. صدق الله العلی العظیم.